بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی این برنامه اون دو بخشه یه بخشش مربوط میشه به بازداشت عبدالحمید خراسانی که به ایرانیان خیلی توهین میکرد و بخش دوم صحبت های بسیار مهم رهبر انصارالله یمن که یکی دو ساعت پیش این سخنرانی رو داشتن و به یک نکته مهم اشاره کردن که در ادامه کلیپ اون رو هم خواهیم دید بازداشت عبدالحمید خراسانی فرد حتاک حت به ایرانیان گزینه اول این برنامه است منابع آگاه خبر دادن که عبدالحمید خراسانی فرمانده جنجالی قطعه بدری طالبان به دستور مستقیم ملا حسن آخوند نخست وزیر طالبان بازداشت و سلاحاش هم ضبط شده اون چیزایی که دستش میگرفت فکر کرد اسب و بازی اینا اون رو ازش گرفتن گفتنی است خراسانی چندی پیش در ویدیویی اظهاراتی تند را علیه دولت و مردم ایران مطرح کرده که زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات وی را خانه به دوش خوانده بود البته من نمیدونم چرا خوشبین نیستم به این مسئله ولی خب طالبان مجبوره که این کارو بکنه چون طالبان به هر جهت همسایه مععلان باید رفتارشون طوری باشه که خدای نکرده میونه ای ایران و افغانستان شکراب نشه چون به ضرر اونهاست اینجا هم که توییتشو میبینید دیگه نوشته توت شمالی و دوغ آن لذت دیگر دارد امروز با دوستان و مجاهدین مهمان قومای کاپیسا بودیم من این قومای کاپیسا رو نمیدونم چیه دوستان افغانستانی برام بنویسن ما هم یاد بگیریم کسی که تا مثلا چند روز پیش توت شمالی و دوغ میخورده لذت میبرده یه شکر اضافی خورد گوشش رو پیچوندن زیاد قد قد میکرد تو فضای مجازی فیلم میگرفت و اینا حرفای زشت و رکیک میزد حالا ما شن ما نیست که بیامون اون رو پخش کنیم و جواب بهش بدیم چون در حد این حرفا نیست اما خب فعلا به شکرخوری خوری افتاده چند روز قبل ترم نوشته بود که منافقین در صفحات خود خبر نادرستی را نشر کردند که گویا من به کوههای پنچیر بالا شده باشم و مخالفت با امارت اسلامی کرده باشم این کاملا نادرسته گفته بودن که بعد این فرار کرده مثلا کوهای و فلان و اینا با طالبان در افتاده الان اینجا توییت زدم یه نه اینجوری نیست امارت خانه هر مؤمن مسلمان و مجاهدین است بعضی انتقادها و یا امر معروف از منکرات ما به معنی پیوستن ما به صف دشمنان اسلام نیست قطعا خب الان که دیگه رفتی تو گونی طالبان و بازداشتت کردن ظاهرا باطنش رو خدا میدونه اینجا هم که تو این توییت دارید میبینید دیگه بقیه ای که مثلا مقابل طالبان اینا بیستن اینا رو تهدید میکنه که آقا التون میکنیم و بلتون میکنیم اینا خیلی جالبن یعنی یه دوره ای، یه کلیپایی رو من دیدم از این چهار پنج نفر معلوم الها رو ببین اونا چقدر بیچارن که دوروبر این مثلا شبیه یه چیزی مثل بادیگارد و محافظ و اینا اصلا خنده داره اما حالا که صحبت از افغانستان شد بریم یه کلیپ ببینیم از بازدید فرمانده نیروی زمین سپاه از مرزهای شرقی ایران و افغانستان که دارن دیوار کشی میکنن <applause> من مجبورم زیر صدا رو قطع کنم احتمال بدم که کپی رایت داشته باشه اینجا دارید میبینید کارگران عزیز به شدت مشغول کارن و توضیحات فرمانده های میدانی به فرمانده نیروی زمینی سپاه رو هم داریم میبینیم اینجا کارگاه رو زدن و این ستون هایی که دارید میبینید ستون هایی که بلوک هایی که سیمانی هستن و ماشین های راهسازی اینا هم دارید میبینید قشنگ کامل هم فنس هست هم دیوار 4 متری است. همه ظرفیت ها اومده پای کار که انشالله این دیوار مرزی چیده بشه با استحکامات بالا و با تدابیر امنیتی از اون طرف ظاهرا از تکنولوژی های جدید هم میخوان استفاده بکنن برای کنترل این مرزهای شرقی که هم قاشاخشی ها میان هم اتباع غیرمجاز دارن میان و مشکلات رو برای کشور ایجاد کردن که امسال همین عبدالحمید هم از افغانستان هندونه میده زیر بغلشون رو بهشون دنده میده اینا میان یه سری جنایات رو اینجا مرتکب میشن که به هر حال هر حاکمیتی این حق رو داره که بتونه از مرزهای خودش محافظت بکنه که این کار به بهترین شکل داره انجام میشه اما بریم صحبت های سید عبدالملک بدردین الحوسی رهبر انصار الله یمن رو با هم بشنویم تو خلال صحبتاش ظاهرا به اون کشتی که هفته گذشته مورد عنایت قرار گرفت و سوخت شد و دود شد رفت رو هوا هم اشاراتی داشته که حالا اگر لازم بشه من میگم که چیا گفتن بریم این کلیپ و ببینیم برگردیم برنامه رو به پایان میبریم و قاچاق میکنن و با هزینه های بسیار زیادی این کار انجام میدن برخی از کشورهای افریقایی که دور دستن. از طریق آنها این کارها انجام میدن چی میگه؟ میگه آقا ما کشتی های اینا رو انقدر حرفه‌ای داریم میزنیم آمریکا و ایادی آمریکا هم که هیچ شکری نتونستن بخورن هیچ غلطی نتونستن کنن تو منطقه و ما همه کشتی داریم میزنیم حالا اینا مجبور شدن رو آوردن به قاچاق دارن قاچاق میکنن و از کشورهای آفریقایی هم دارن استفاده میکنن حالا مثلا کشتی اجاره کنن یا مثلا اون خدمه کشتی از اون کشورهای آفریقا بشه به چه صورت اینو توضیح نمیده اما کلیتش اینه این کشتی هم که هفته گذشته زدن حامل نفت خام بوده حالا چیکار کردن یمنی‌ها بذارید اینو توضیح بدم جالبه چون دیگه به اینجا رسیدیم فکر کنم تو این قسمت از صحبت ها نگفته قسمت بعدیشه ولی من می‌خوام برنامه طولانی بشه همین مختصر بهش اشاره میکنم. یمنی ها با قایق رفتن سراغ کشتی رو عرشه کشتی هم نیروهای حفاظتی و نیروهای مسلحشون اونجا مستقر بودن که مثلا محافظت کنن این کشتی خیلی شیک و مجلسی رفتن بمب کار گذاشتن تو کشتی بعد خودشون فاصله گرفتن کشتی فرستادن رو هوا یعنی حتی فرصت ندادن که اینا مثلا اگر بخوان یه وقت نفتی تخلیه کنن تو دریا و فلان اینا همونجا کلا دود شده رفته رو هوا خود همین سوختن این نفت خام که محموله این کشتی بوده باعث میشه که خود کشتی هم زمین گیر بشه که دیگه خیلی تلاش کردن فرانسوی ها اومدن حتی آمریکایی ها تلاش داشتن ولی دیدن نمیشه حتی یه ناو اروپایی اومد که یمنی ها فراریش داده بودن دیگه امروز به خاطر اون بحث جلوگیری از آلاینده های زیسموئیتی و اینها موافقت کردن که بیان اسکورتش کنن ببرن حتی چیزی ازش نمونده ولی خب یمنیا اینجوری رفتن اینو زدن ترکوندن ادامهشو بشنویم این وضعیت حرکت کشتی های آنهاست اما تاثیرگذاری عملیات نیروهای یمنی در این سطح از حضور ادامه دارد در یک درجه که حمله میکنند مستقیما با تیم نظامی و نیروهای دریایی به کشتی ها و آنها را به صورت مستقیم نابود میکنند و باری که دارند عملیات دیگری هم انجام شد علیه یک کشتی دیگر که بار حمل می کرد کالا حمل می کرد و تاثیرگذاری عملیات در این سطح ادامه دارد که خود افسران و فرماندهان نظامی آمریکایی و انگلیسی و دشمن اسرائیلی به آن اعتراف کردند که بسیار تاثیرگذاره. گذاره برنامه قبلی هم اشاره کردم دیگه یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا گفته که آمریکا از یمن شکست خورده حالا یه بیان میگن آمریکا ابر قدرت است کنتر که نمیندازه مالیات هم نداره بگید گذشت اون دوره اون دوره گذشت تو ذهنتون حک بشه اون دوره ای که ناوهای آمریکایی میمدن حکومت فلان کشور سقوط میکرد خدا نگهدار فاتحه بخونید براش قطعی است و تسلط دارند و تحکم دارند بر این و تسلط دارند بر این اوزا به این, این, این تسلط واضحه که جلوگیری میکنیم از, از کشتی ها، از برود و حرکت کشتی های مرتبط با دشمن اسرائیلی و آنها هدف حمله مستقیم قرار میگیرند که بسیار تأثیر گذاره تأثیر این مسئله بر اقتصاد دشمن رو به افزایش در سطح دشمن اسرائیلی و بر آمریکا و انگلیس همچنین ادامه دار است و رو به افزایش است در خصوص باید. 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 آمادگی برای باید. پاسخ آمادگی ها همچنان وجود داره من یه نکته بگم قبل اینکه این قسمت مهم ویدیو رو ایشون اشاره کنه بندر ایلات رو گفته رسما تعطیل شد بعد میگه این خبرهایی که دیگه کم میشنوید ما کشتی های کمتری رو داریم میزنیم میگه به این دلیل که دیگه نمیان یعنی انقدر زدن یا کشتی دیگه نمیاد بره یا کلا کشتیاشو میره دور میزنه مثلا با دو هفته تاخیر بیاد از دماغه امیدنیک و کل آفریقا رو دور بزنه بعد بیاد بره تو مدیترانه داستان گمن کاری باهاشون کرده که دیگه کشتی ها حتی اون کشتی که میخوان پنهانی بفرستن چهار تا در میون یه ور میفرستن ریسکش بالاست زمان آن نیز به صورت قافل گیری خواهد بود برای دشمن ما توجه جدی داریم به پاسخ که حتی مهمتر از پاسخ پاسخ بدیم که عملیاتمون عمليات یک عملیات جاری کننده برای ملت فلسطین باشد به سطح بسیار بسیار تأثیر گذاری علیه دشمن اسرائیلی انجام بشه که در بسیاری از سخنرانیها ها و مناسبت های متعدد آن اشاره کردن یک سقف سیاسی وجود ندارد یا هیچ گونه اعتبار دیگری رو در نظر نمیگیریم که سطح عملیات ما را مورد تأثیر قرار بده خیلی ساده و روون بخوام بهتون بگم یا آقا بر زدن عجله نداریم زمانش هم قافل گیر کننده است چون تعداد کمی از افراد ازش اطلاع دارن اونم فرماندهان رد بالا شاید در حد یکی دو نفر تو بوغ و کرنه نکردیم همه دنیا با خبر بشن اما مهمتر از خود اصل این زدنه اثرگذاری است یعنی جوری باید بزنیم صدادار باشه به نفع مردم و مظلوم فلسطین هم باشه تأثیر گذار باشه این خیلی نکته مهمیه ما در هر سطحی که بتوانیم حرکت میکنیم در این عملیات بدون شک و تردید بنابراین ما شبانه روز تلاش میکنیم با یاری خداوند و توکل بر خدا توسعه بدیم قدرت خودمون رو به شکل ویژه یعنی باج بیان بدن به التماس بیفتن آقا تو رو خدا نزن مثلا ما تحریم های شما رو بر می داریم، شما رو به رسمیت میشنیم میگه هیچ کدوم اینا کارساز نیست ما گفتیم میزنیم و خواهیم می زد هر روز هم داریم توسعه میدیم اگر تا امروز موشک های پنج سال ده سال قبل داشتیم برای آینده نزدیک تلاش این که موشک های جدید داشته باشیم که الان دارن یمنی ها هم مثل حزب الله بالستیک دارن و این نشون میده که بدون تعارف میخوام بزنن تا اینکه در سطحی قرار بگیرید که به ما فرصت بده که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم در هدف قرار دادن دشمن اسرائیلی و یاری کنیم از ملت فلسطین با وجود همه کارهایی که کرده ایم و همه کارهایی که میکنیم و تحرکاتی که ملت ما دارن حتی در تحولاتی که بی اما باز هم ما بسیار بسیار رنج میکشیم و درد میکشیم چون به اون جایی که باید نرسیدیم به اون جایی که آرزو داشتیم نرسیدیم ولکن ماجرا نیست یمنیا میگه باید بد بزنیم تازه اون موقع دلمون خنک که به اون جایی که میخواستیم رسیدیم یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون